کف دستایم بد جوری خراشیده شده بودن. زبری طلا پوست دستم رو برده بود. در حال پایین آمدن از نردبون بودم که دیدم وانتی که مجروح رو برده بود برگشت. خیلی سریع جنازه رو تون گذاشتم و قبر سفرستدم. پایم که به زمین رسید انگار تمام توانم رو از دست داده بودم. صدای انفجار و گلوله بارون لحظه ای قطع نمیشد. از کارگرای مکینه که همچنان شوکه بودم پرسیدم آب ندارید ما دستمون رو بشوریم؟ گفتن نه آب نداریم. کمی این طرف و اون طرف رو نگاه کردم. دو کپ شن کنار حیاط ریخته شده. به سمت شنها رفتم و دستم رو به شنها مالیدم. بعد به خاک کف حیاط کشیدم. عبدالله هم بدتر از من با خشونت بیشتری دستهایش رو با خاک و شن پاک میکرد. آثار خون از دستهایم پاک شده بود ولی دلم به این پاک شدن راضی نمیشد. حس میکردم دستهایم سنگین شده، مال خودم رو نیست. از مکینه بیرون آمد. سکوت عجیبی بین من حکم فرما بود. هرچه جلوتر میرفتیم شدت حملات بیشتر میشد و حالی مثلا فشار روحی دست زدن به جنازه پیرمرد رو کم میکرد. برای که فکر عبدالله را هم از آن جریان منحرف کنم گفتم عبدالله ببین کجا رو داره میزنه. عبدالله با عصبانیت به عربی گفت من دیگه با تو نمیام، من میخوام برگردم مسجد. بعد به فارسی ادامه داد مثلا ما میخواستیم بریم صابونه بیاریم. گفتم خب برو، هر کسی جلو تو گرفته. گفت خب تو میری دنبال جنازه ها، این جنازه اعصابم خورد کرد، من دیگه دنبال نش نمیام. گفتم خب نه یا کی گفته بیای، من کارم اینه، اصلا من برای همین تو این شهر موندم. دیگه حرف نیست. به راهمون ادامه دادیم. از خیابون اردوبهشت بیرون اومدیم و بالد 40 متری شدیم. توپخونه عراق دیگه قسمت های مرکزی شهر رو هم میگیرد. در خیابون 40 متری چشمم به سنگران افتاد که با فاصله 20 متری از هم انداز شده بود. جلوی مکتب قرآن، جلوی مسجد امام جعفر صادق، نبش خیابون 40 متری با خیابون انقلاب که مسجد منتهی شد و خیلی جاهای دیگه سنگربندی شده بودن. شاخه‌های درخت و وسط بلوار از موج انفجار سوخته بودن و خیابون ها خلوت‌تر به نظر می‌رسید. چند قدم مونده به سنگر مکتب قرآن، دخترهایی که اونجا بودن سلام کردن. مکتب قرآن هم یکی از پایگاه‌های پشتیبانی شده. چندی بار که راه همون طرف افتاده بود اونا رو مشغول کار اونجا دیده بودم. در پاسخ سلام من اول از همه شهناز حاجی شاه که روی گونی ها نشسته بود جواب داد. پرسیدم چه حال چه خبر؟ گفتن تو توی شهر میچرخی، از ما اطلاعات میخوای که اینجا منتظریم یه خبری بهمون برسه؟ خندیدم و گفتم خب شما سنگرتون رو حفظ کردین اینجا موندین. اونا هم خندیدن و گفتن آره، حالا تو خبراتو به ما بگو. گفتم هیچی، مثل همیشه یه جنازه جمع کردیم فرستادیم جنت آباد. بعد توضیح مختصری درباره نحوه شهادت پیرمرد مکینه براشون دادم. همه متاثر شدن. خانم آبادی برام دعا کرد. بعد شهناز حاجی شاه با خنده گفت تو هم کار میکنی، ما هم دلمون خوش کار میکنی. در فاصله که من با اینو صحبت میکردم نقاط دورتری مورد هدف توپخونه قرار می گرفت. ولی زمانی که از اون خدافزی کردم و به طرف مسجد جامع به راه افتادم دوباره شدت حملات روی خیابون 40 متری زیاد شد. توی مسجد درمگا منطقه متوسط بودم مسجد مورد هدف قرار بگیره. داخل درمگا که شدم بعد از سلام و احوال پرسی با بچه ها گفتم این میخواد چی کار کنه؟ از جنت آباد که راه افتادم راه به راه جلوی پای ما رو زده. صدای انفجارها مانع شد تا جواب بدم. صدا هر لحظه به مسجد نزدیکتر میشد و گلوله های بیشتری به زمین مینشست. انفجار مهیبی توی دلم بچه خالی کرد و موج انفجار چند قدمی من جا به جا. خواستم به طرف مجنوها برم و بهتر دیدم که اول بقیه رو خبر کنم. دویدم داخل و گفتم بودوییم یه تعدادی زخمی شدم. بلا فاصله به خیابون برگشتم. علاوه بر ترکشه که به بدنشون نشسته بود موج انفجار همونا رو به زمین کوبونده بود. هرچی با اونا حرف می زدیم
چیزی نمیفهمیدن و بیحال و بیرمق روی زمین شخ خورده از ترکش و خونپاره ها افتاده بودن. با کمک مردم مجروحا رو به داخل مسجد انتقال دادیم و تا ماشین برسه کارهای امداد اولیه رو براشون انجام دادیم. بعد با وانتی ما رو به بیمارستان مصدق رسوندیم. از در اورژانس بیمارستان مصدق که بیرون اومدم، یکی دوتا از دخترها که توی اون چند روز اونها رو در حال کمک این طرف اون طرف دیده بودم ولی اسمشون رو یادم نمیومد، گفتن فهمیدی دوتا از دختر مکتب شهید شدن؟ گفتم نه، که گفتن یکی دو ساعت پیش جلوی مکتب. با تعجب گفتم اون ساعت من اونجا بودم، تا اون موقع که اتفاق نیفتاده بود. گفتم باور نمی کنی، خب خودت برو ببین، الان توی سردخونه. دیگه نایستادم، رفتم تا از در پشتی سردخونه که به حیات راه داشت وارد سردخونه بشم. سردخونه بازم شلوغ بود، کف زمین سنگیش پر بود از اجساد بی کفن با لباسهای پاره و تنهای زخم خورده. از خون و یخ آب شده جوی خونابه را افتاده بود. بین اون همه جنازه پیدا کردن چهره دختره مکتب کار آسونی نبود. از بین جنازه ها قدم بر می داشتم، به این طرف و اون طرف نگاه می کردم. گیج شده بودم. هنوز منگی انفجار جلوی مسجد توی سرم بود و وزوز بدی گوشم آزار می دم. به یاد لحظه انفجار افتادم که چطور آدم ها رو مثل برگ خزون روی زمین ریخت. همونطور که صحنه رو در ذهنم بازسازی میکردم شنیدم یکی از پشت سرم گفت بیا شهناز اینا اینجا. به طرف صدا برگشتم، چهره زنی رو تون تاریک روشنی دیدم. دوباره گفت مگه دنبال دختره مکتب نمیگشتی؟ بعد با دست به پیکرهای نزدیکم اشاره کرد. باورم نمیشد، چطور ممکن بود؟ شهناز، شهناز حاجی شا. با خدا رو از پیکرش فاصله گرفتم، گیج و سرگردان به اطراف چرخیدم. دوباره برگشتم با میدون که اشتباه دیده باشم. خم شدم و توی صورتش نگاه کردم، خودش بود. هنوز هم همون مهربونی توی صورتش موج میزد. دوستی ما توی همین روزهای جنگ شکل گرفته بود. بعد از شهادت بابا به این طرف با هم خیلی صمیمی شده بودیم. تو این چند روز هر کجا منو دیده بود، حتی اگه دیدارمون خیلی هم کوتاه و لحظه‌ای بود، کلی دلداریم داده بود. با خنده‌ها و حرفاش سعی می‌کرد غم و ناراحتی رو که بروز نمی‌دادن برام صبور کنه. اشکام بی صدا می‌اومدن و بغض دردآلودی به گلوم چنگ انداخته بود. از پشت پرده عشق باز نگاش کردم و آرزو کردم کاش که اون نباشه. اون شهناز شهنازی نباشه که پیش پام روی زمین سرد خوابیده. هرچی بیشتر نگاهش میکردم کمتر باورم میشد. سرش رو روی زمین گذاشتم. با التهابی که سراسر وجودم رو گرفته بود از جام بلند شدم. دور خودم میچرخیدم. جگرم آتیش گرفته بود. سر راه بودن و روی زمین گذاشتن اینا بیشتر زجرم میداد. نمیدونم چقدر گذشت که دیدم محمود فرخی به همراه چند نفر از دختر مکتب وارد شدن. دختر بالا سر شهناز ها رفتن و با دیدن اون شروع کردن و گریه کردن. شنیدیم محمود فرخی هم گفت میخواییم پیکراشون رو ببرید. به دنبال این حرف مردی برانکار دیاورد و گفت خانم هم لطفا کمک کنید. به دنبال کمک گرفتن از کسی سر چرخوندم و مادر صباح وطن خواه رو اون کنار در دیدم. نمیدونم اینجا چی کار داشت. آخه اون معمولا توی مسجد توی کار پخت و پز کمک میکرد. صداش کردم گفتم شما بیاین سر اینو بگیرین. خانم وطن خواه با حالتی آمیخته با ترس و دودلی جلو اومد، رنگ به رو نداشت. انگار نمیتونست چنین کاری رو به این راحتی انجام بده. ترید از چشماش میبارید. بالاخره تو رو دروایسی قرار گرفت، چادرش رو دور کمرش پیچید، خم شد و پاهای شهناز رو گرفت. من هم زیر کتفاش رو گرفتم، خواستم بلندش کنم، دیدم نمیتونم. به ناچار زیر بازوهاش رو گرفتم. به صورت خانم وطن خان نگاه کردم، میخواستم علامت بدم با یه حرکت همزمان پیکر بلند کنیم که دیدم
دستش داره میلرزه. گفتم میترسیم؟ جواب داد نه دلم میسوزه. گفتم یه دفعه برش داریم. سری تکون داد. جو علی گفتم و بالاتنی پیکر بلند کردم. یه متری از زمین بالا آورده بودم که متوجه شدم خانم وطنخواه پاهای شهناز رو بم که کمی از زمین بالا آورده بود رها کرده. به دنبال سنگینی پیکر چونم به من فشار آورد که ناخودآگاه پیکر شهناز از بین دستام سر خورد و زمین افتاد و من هیچ کاری نتونستم بکنم. به خودم که اومدم دیدم دست راست شهناز که انگار به خاطر اصابت ترکش از کتفش جدا شده بود تو دستم مونده. تمام تنم لرزید. احساس خیلی بدی وجودم فرا گرفت. جلو چشمام تار شده بود. نفسم بالا نمی اومد. دستش رو رها کردم. به اختیار دویدم و سرم رو کوبیدم به دیوار. فکر این که با این کار من شهناز آسیب بیشتری دیده داشت دیوونم میکرد. قلبم از شدت تپش میخواست از سینم بزنه بیرون. همون ناراحتی کم بود عذاب وجدانم اضافه شد. دوباره برگشتم و از دور به شهناز نگاه کردم. پاهم داشت میلرزید. نشستم روی زمین و به دیوار تکیه دادم. گریه یه لحظه هم همونم نمیداد. هرچی سعی میکردم خودم رو کنترل کنم نمیتونستم. من که اینقدر ملاحظه دیگران رو میکردم و نمیخواستم کسی ضعف و شکستن منو ببینه دیگه متوجه هیچی و هیچ کس نبود. دیگه هیچ انگار برام مهم نبود. دستام رو به هم میمانده بی اختیار توی صورتم میزدم و دندونام به هم میساییدم. به خودم گفتم چرا؟ آخه چرا باید اینطوری بشه؟ اگه مادر و خواهر شهناز اینجا بودن این صحنه رو میدیدن چه حالی میشدن؟ چرا من باید اینقدر بی‌عرضه باشم که نتونم از پس کار به این سادگی بر بیام؟ من چطور دوست شهناز بودم و مراعاتش رو نکردم؟ من که اینقدر دوستش داشتم. بعد شروع کردم به عذرخواهی کردن از شهناز. با اشک و ناله گفتم منو ببخش، من دلم نمیخواست این اتفاق بیفته، به خدا نمیخواستم اینطور بشه، منو ببخش، منو ببخش.